قسمت یکیه که تماشاگران خوب و عزیز و مهربان و عالی قدر و عالی جناب و عالی رتبه و عالی نشان، یعنی چی؟ نمیدونم. به یکی که شما عزیزان سلام دارم، این جانب فریبرز. این هفته طبق قرار جدیدمون از ساعت 10 شب پنجشنبه زنده. اونایی که الان تکرار میبینن ساعتشون نگاه میکنن، میگن به خانومشون میگن مهین ساعت من میگه امروز سه شنبه است و ساعت 9 صبح. فریبرز میگه ساعت 10 شب پنجشنبه است. گیج نشین، نه من دارم 10 شب پنجشنبه ضبط میکنم. الان شما هر وقت این تکرار رو میبینید، ساعت شماست، روز شماست، هفته شماست، مال شماست، زندگی مال شماست. خب هفته پیش برنامه من به موقع ضبط شد ولی پخش نشد. معذرت میخوام از حضور دوستان عزیزی که ایمیل زدن و گفتن که چرا طبق قراره. ای خدا چقدر جالبه، به خدا ما ایرانی ها بهترین هستیم. به به، این تلفن کجاست آقای اما؟ دوستان امیدوارم که حال شما خوب باشه. مهمان دارم امشب و به بالا و الان داشت به من اینجوری نگاه میکرد که این چی داره میگه، من چه برنامه اومدم اینجا، کجاست، من کی هستم. ولی نه ترس، جات خوبه. خب امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. جاتون خالی، هفته پیش من نیویورک بودم، برنامه رو ضبط کردم برای شما عزیزان، برمقان آوردم و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تکراراشو دیدید. این هفته زنده در استودیو هستیم. از دنیای دیوانه خبر به خصوصی نداریم. اگر میخواید آخرین اخبار رو بهتون بگم، چون عادت دارین که من همیشه خبرهای جدید برای شما بیارم، در دنیا بزن و بکش و بخور و ببره، با این خبرم جدید نیست و هزار جور اتفاق بد داره در عراق میفته و انقدر سر ما با عراق گرم شده که نمیدونیم کی دیگه داره کجا سر کی رو کلا میذاره. اینم یه بدبختی اینه که وقتی توجه انسان همش به یک چیز جلب میشه، یادش میره که اونور دنیا هم گرسنه است، جنگ هست، الان خیلی جا جنگه و خیلی جا دزد هست، خیلی جا رژیم های سیاسی غیر قانونی روی کار هستن و دارن به مردم زور میگن و اونا الان خوشحالن که توجه دنیا به عراق جلب شده و 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 اما در برنامه امشب دنیای دیوانه 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 پخش زنده پنجشنبه ساعت 10 شب از لس آنجلس، مهمان عزیزی دارم. بنده دارم به زودی یه فیلمی بازی میکنم به نام God vs Allah یا خدا در مقابل الله. فیلمی است که انشالله راه به فستیوال ها پیدا خواهد کرد. فقط من درش بازیگرم، نه کارگردانم، نه تهیه کننده. یه نقش کوچیکی به ما دادن که بریم اونجا یه دو خط صحبت کنیم. در پروسه یا جریان ساختن این فیلم با دختر عزیز و جالبی آشنا شدم که برای من جالب بود. چرا که چای برای مهمان آوردن؟ چرا که این دختر یک میوه پیوندی است. میوه پیوندی است در متشکرم. واقعا ببینید تلویزیون ایرانی. الان اگه اینجا سی بی اس بود یا سی ان ام بود، قهوه، پپسی، کوکاکولا، نه بابا چایی. سلامتی شما. این دختری که مهمان من امشب میوه ایست پیوندی. حالا بهتون میگم چرا. اجازه بدین که با هم خوش آمد بگیم به دوست جدید و عزیزم خانم لیلا زیا. دد 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 لیلا، دد 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 لیلا، دد 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 لیلا. خانم لیلا زیا رابطه با آقای زیا که تلویزیون دارن خودشون ان آی تی وی ندارن. نه یو نو هم میشناسین ایشونو؟ نه نمیشناسم. ایشون هم مثل ما در یک تلویزیون دیگه برنامه دارن و من میخواستم که حالا چون مادر من اینجوریه وقتی که اما جان من صحبت میکنم مهمونم هم نشون بده، تنهاست گناه داره. آقای پروفسور ما الان من حرف میزنم ایشون نشون بده. ببین چه خوبه، مرسی. حالا منو دوباره نشون بده. آفرین. از این بعد اتاق فرمان من میام خودم از اینجا فرمان من میزون میکنم، همه چیز دیگه در دست منه. تموم شد. چی داشتم میگفتم راجع به فامیل زیا؟ نه اونی که گفتیم تموم شد رفت. بهتره تمرکز کنیم امشب، تمرکز کنیم روی خود برنامه‌مون. لیلا جان، تو یک میوه پیوندی هستی به این دلیل که پدر و مادر تو هر دو ایرانی نیستن. یه شات کلوزآپ نشون بدیم و تیپ تو هم کاملا ایرانی نیست. تو دوربین نگاه کن. خب برای ما بگو که تو میوه‌ای هستی از پیوند چه دو میوه‌ای؟ پدرم چینیه. به به. مادرم ایرانیه. پا
پدر چینی، مادر ایرانی، بسیار جالبه. ژاپن هم آشنا شده. و اینها در ژاپن با هم آشنا شده. قرن 21 الان. الان قرن 21 و این دهکده جهانی داره کم کم تأسیس میشه. این رو بده دهکده جهانی است. نه. Global Village. Global Village. بله. مهمون من از قبل به من گفته که من فارسیم خیلی سخته برام و من گفتم همینه که تو رو جذابتر و جالبتر میکنه، برای اینکه فارسی برات سخت حرف بزنی سعی کنی فارسی حرف بزنی، هنر کردی. کسی که فارسی یا انگلیسی راحت صحبت میکنه که هنر نکرده راحت صحبت کنه. پس تو زحمت کشیدی امشب اومدی تو برنامه ما. حالا البته خانم لیلا زیا اینطوری که گفتم هنرپیشه است، درسته؟ بله. و ما قرار با هم تو یک فیلمی بازی بکنیم. بله. هر جاشم نفهمیدی بگو، نفهمیدم من توضیح میدم. یک دو سه میتونی به فارسی بشماری؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده. تو چند بلدی؟ من بیست. اوکی برم بیست یک. داشت قطعات میشد. یک آن به مهمونم شک کردم، به تو شک کردم، گفتم نکنه که تو تا هزار بلدی و فکر کردی که واقعا باید بشماری، برنامه تموم میشد. میخوای تو تا هزار میدونی یعنی چی؟ هزار 100 نه یعنی 1000 ببخشید. گفتم یه وقت شد تو بگی 34 36 میدونی 78 یعنی چی؟ 78. آفرین. مخصوصا دارم به قول امریکایی ها دیولپ میکنم که چقدر هنره برای یه نفری که در یه محیطی بزرگ شده که تماس کامل با ایرانی یا با زبان فارسی آشنای کامل نداشته، این چیزی که ما هر روز انجام میدیم، کاری که هر روز انجام میدیم، به راحتی فارسی صحبت میکنیم، برای اون شخص یک هنره در واقع و یک تلاشی میبره و کار بی زحمتی نیست. تو اول میخوام در مورد این که چه احساسی داری در مورد این که اولا چای تو بخور تا سرد نشده. مرسی. چه احساسی داری در مورد این که پدر مادرت از دو کشور مختلف بودن؟ میخوای توضیح بدیم اول که خیلی کوتاه و مختصر، چون بیشتر میخوام در مورد تو صحبت کنیم. خب پدرت رو رفتن به ژاپن درس بخونن. درس بخونن. بله. مادرت هم رفتن به ژاپن درس بخونن. بله. و با هم آشنا شدن. بله. هیچ برات گفتن که چطور شد که مثلا یک زن ایرانی با یک مرد چینی علاقمند شدن، به هم عاشق شدن، اصلا خوششون اومد؟ چون خب مثلا بعضی فکر میکنن که فرهنگ ها با هم فرق میکنه، مشکله، مثلا شاید مامان شما یا مادر شما تازه رفته بودن دانشگاه، چه زبونی با هم صحبت میکردن؟ هر دو با هم انگلیسی حرف میزدن؟ ژاپنی هر دو بلد بودن؟ هر دو بلد. خب مادر تو در چه مدتی ژاپنی یاد گرفتن؟ هر وقت به ژاپن رسیدش یاد گرفتن. زودی کن یاد گرفتن. اولا مثلا هر دوشون زبونشون سخت بوده. انگلیسی بود. بله. بعد تو خونه وقتی دعواشون میشد به ژاپنی دعوا میکرد یا چینی یا انگلیسی؟ به ژاپنی. ولی پدرم فارسی خیلی خوب صحبت میکنه. خیلی خوب میفهمه. ببینید چه پیوندی، چه باقی. مادر ایرانی، پدر چینی، هر دو ژاپنی با هم و انگلیسی با هم صحبت میکنن، ژاپنی دعوا میکنن اگه خدا نکرده دعواشون میشده، و حتی پدر چینی زحمت کشیده و زبان فارسی یاد گرفته. تا چه حدی؟ خیلی خوب. خیلی خوب. یعنی مثلا میتونه الان بیاد بشینه تو تلویزیون موقع صحبت کنه؟ بله. تلفن بله. پدرتو بده قربان. مهمان هفته آینده پدر لیلا زیا. یعنی میتونه مثلا راحت، من یه دوستی داشتم مهمون آوردم اینجا که آلمانیه، زن خانم آلمانیه و شوهرش ایرانیه و مهمون من بود اولای برنامه، و این فارسیش خیلی 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 خوبه. حتی ضرب المثل میدونی یعنی چی؟ نه. پاورب و اینا بلده، مثلا میگه که هندونه زیر